به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایی که هم از که در هر کجای جهان آوای مرا میشنوند برنامه در گذرگاه تاریخ رو به عنوان نخستین برنامه گذرگاه تاریخ در سال نوی ایرانی یعنی در سال 1000 پنج می آغازن. نکته که در اینجا بخوام برای شما سخن بگم این است که با اینکه این نخستین برنامه در گذرگاه تاریخه چشم این رو نداشته باشید که ما الان راجع به تاریخ گذشته و شارخشا و غیره سخن بگیم امروز نکته دیگری رو میخوام بگم و اون که ما یه عیب بزرگی ما ایرانی ها داریم که تاریخ خودمون رو تاریخ آین های ارزشمند خودمون رو آین های مهم خودمون رو که بهش پایبندیم و از تولد تا مرگ با اونها همراهیم بازم تاریخش و انگیزش و علتش رو نمیدونیم فقط خوش میاد قصه بشنویم که بله این رو شارق شاه اینو گفت اون اینو گفت بعد علی قلی خان اینطور گفت اون اینطور ای قصه است در مجموع من نتیجه رو آخر سر گرفتم که هر کسی که ستمگری رو به بیحد برسونه مسلما در همین گیتی پاسخشو میگیره این نتیجه تاریخی ده ها نمونه داریم ابراهیم خان هم براتون گفتم حالا از هفته آینده که وارد بحث تاریخ دوباره میشیم میگم که بعد از علی قلی خان باز کس دیگری علیه شارقشاه بلند شد و نامردمی رو در نسبت به این جوان 16 ساله به اوج رسوند و باز طبیعت و روزگار تو سر اونم زد و پس از اون آدم با چهار رومین نفر علیه شارخشا بلعی شدن و با شارخشا این جوان خوشقلب معصوم جنگیدن یعنی نه بلکه اذیتش کردن بسیار زیاد اذیتش کردن که حالا وقتی بگم شما مشمعز میشید ولی اون هم با همه قدرتش کشته شد همه اینها رو من هفته آینده دوباره آغاز میکنم اما خودمونیم شما عاشق نوروزید عاشق حفسی نیست عاشق این نیست که تو سفره حفسین تخم مرغ بذاریم شیر بذاریم ماس بذاریم آجیل بذاریم نون سنگک بذاریم ولی نمیدونیم چرا حالا اون رو من هفته گذشته گفتم خوشبختانه امیدوارم که یاد گرفته باشید و بدونیم، اما نمیدونیم مهرگان ریشش کجاست چرا مهرگانه نمیدونیم جشن صده چرا صده میگن و چرا دهم ده بهمنه خب ممکن الان دو سه نفر بیان بگن که نه آقا ما میدونیم جشن صده میگن صد رو از زمستان گذشته ولی نمیتونن بگن صد روز از کی گذشته چجوری صد روز از زمستان گذاشته زمستان که سه ماه دی و بهمن و اسفن ده میشه سیم سی روز بهمنم که در روزش بعد چی میشه این که روز بیشتر نگذاشته. چه چجوری صد روز گذاشته البته اگه اونایی که شنیده باشن سخن من راجع به جشن صده شاید بدونم ولی نوت درصد نشنیدن و نمیدونم فقط میگن آقا چرا یکی از دوستان نادیده من بر من یه ایمیل فرستاده کسا نمیشنستمش در یکی از شهرهای ایران هم مثلی کرد آقا شما دیگه شورش رو در 5 پنج دقیقه آخر میذاری راجع به تاریخ رو آقا شب نوروزه سال ایرانی داره نو میشه در این سال ایرانی که داره نو میشه ما باید ببینیم چه گذشته بر ما چه آینده ای داریم و چه مراسمی رو باید انجام بدیم آقا چرا فقط پنج دقیقه گفتی که علی قلی خان رو کشتم با ببینید ما عاشق قصه ای اگه تاریخ به نام قصه حساب کنید هیچگاه راهنماتون نمیشه تاریخ رو به عنوان معلم گوش بدید به عنوان شاگرد نه به عنوان اینکه تاریخ معلمتونه همین مورد موضوع هفسین و غیره خب یه رمزی یک حسابی یک سیستمی در هفت به کار رفته اصلا عدد هفت رو برید ریشش پیدا کنید من ده ها بار گفتم خوشبختانه خیلی آدم ها گرفتن و گوش دادن ولی بازم بازم گروه های عظیمی نمیدونن آنون سنگک میذارن سر سفره هفت سین سنبول میذارن سکه میذارن سکه و سنبول عربیه کجا پدران ما زمان ساسانیان عربی حرف می زدن؟ هنوز شست درصد مردم میگه آقا این از اول هفشین بوده ای بابا آخه نمیگن چرا هفشین بوده چی بوده این هفشین باید بیان شراب بوده و شم بوده و ای بابا شراب که عربیه شم که عربیه شهد که اصله شهدش هم که عربی انگبین فارسیه انگبین هم که علفه سین نیست بنابراین این مسائل مسائلی است که فرزندانتون ازتون ممکنه بپرسن شما از پدر مادرتون نپرسیدین و یا پرسیدین گفتن خب به تو نایمده اون چیز دیگریه ولی یک امریکایی رو شما بهش بگید که پرچم چه معنی میده دقیقا میگه چرا سیزده خط را سرخ و سفیده هفت و سرخ شش تا سفید چرا پنجاه تا ستاره است چرا زمینه ستاره آبیه چرا سیزده تاست اینا رو میدونه ولی به بچه ایرانی بگید شیر و خورشید اصلا چه مهمی شیر و خورشید شمشیرش هم که آقا محمد خان داده دست شیر اون اصلا معنی نداره ما که نمیتونیم شیر و خورشید فارسی داشته باشیم شمشیر عربی اینا رو نمیدونید اینا رو من که با افتخار و با تواضع در خدمتتون میگم ولی اینا رو یاد بگیرید بعد اگر یک خارجی از ایرانی بپرسه چرا پرچم شما سبز و سفید و سرخه باید اینو بدونید باری برمیگردیم بر سر تاریخ اصلا تاریخ سال 9، مبدع سال نو چجوری پیدا میشه چرا روز بیست و نوه اسفند با کم و زیاد که حالا بررسیشو میکنیم میگن سال تحویل شد اصلا تحویل سال یعنی چی مفهوم علمی تحویل سال یعنی چی در این زمینه همین در این زمینه که نوروز نوروز از کی پیدا شد هیچ ایرانی دقیق نمیتونه چرا سوال پرسش پاسخ بده حتی در طول تاریخ هم نرفتم میرن که میرن فردوسی یه چیزی میگه فردوسی میگه از زمان جمشیده آقا جمشید از کیه اصلا جمشید کی بوده در کجای تاریخ مدون ما جای داشته بعد یه عده ای میگن که ابو ریحان بیرونی چیز دیگه ای میگه میگه نمیدونم ستاره زحل ستاره فلان یه جور دیگه خیام علمیتر میگه دقیقتر میگه باید به او توجه کرد اون چیز دیگری میگه غیر از اینا پژوهندگان کنونی یه کشفی کردن مسئله ای رو عنوان کردن که به نظر من بهترین اصولیترین و علمیترین ترین دلیلی است که نوروز از کی پیدا شد حالا براتون میگم اینو یاد بگیریم اگر کسی از شما خارجی ها پرسید که آقا این نوروز که شما میگید از کی پیدا نه نگید البته من پاسختون میگم که چی بگید نه اینکه بس از که جشن بگیرید تاریخ بگید انگیزه پیدای نوروز اگر گفت اینو بگید جمشید چند سال پیش بوده فردوسی اون بهانه ها از رو روی دقیقی از روی شاهنامه دقیقی ایدن آورد به شعر در شاهنامه که زبان رو نگه داره که عربی نخوره ما رو و این تاریخ غیر مدون اسطوره ای اومد و اومد و اومد و اومد و اومد و اومد تا رسید به زمان حمله اعراب در شاهنامه و ساسانیان اونجا با تاریخ مدون یکی شد که خب بعد از در گذاشت و دیگه تاریخ مدونه البته بعد از اون یکی دو تا شاعر از جمله یک اون استاد خوشبختانه من ایشون رو در زنده بودنش دیده بودم به نام حبیب الله نوبخت آمد از زمان فردوسی تا زمان پهلوی رو شاهنامه سا بسیار هم شیوا سا ولی این تاریخ نیست البته از نوبخت به این تاریخ تاریخه ولی قبلش تاریخ نیست استوره است برورنگیزه زبان رو نگه داشته ولی تاریخ علمی نیست اما پژوهشگران کنونی ما چی میگن میگن نوروز از دو هزار سال پیش نه چرا ببینید چرا رو باید بدونید سه هزار سال پیش نه چهار هزار سال پیش چرا میگه چهار هزار سال پیش باز نمیتونید جواب این پژوهندگان پاسخ میدن میگن تحقیق علمی تصور علمی منطق علمی اینطور میگه تمام آین های ملی ایرانی ها نوروز سیزده بدر مهرگان جشن صده شب یلدا اینا همه پیوستگی تنگا تنگ داره با طبیعت این هیچکس هیچ کس نمیتونه منکر شه نوروز بدر جشن تیرگان نمیدونم مهرگان شب یلدا همه با طبیعت فقط علت طبیعت این جشن رو به وجود آورد شب اول زمستان شب اول زمستانه پس جشن یلدا هم همون موقع است جشن صده دهم ده بهمن از نظر طبیعت حساب کردن پنجاه شب پنجاه روز به عید مونده پس این میشه صد تا صد روز چون روز سال قدیم ایرانی هفت ماه چیز بوده تابستان بوده پنج ماه زمستان به علت اینکه خورشید روی قسمت شمالی کره زمین اینو خیام کشف کرده میگشته یعنی موقع که از خط استوا میاد با کره زمین میگشته خورشید 186 روز بالای خط استوا بوده که بعد آرام آرام میره زیر خط استباه یعنی زمین به علت اینکه محور چرخشش به دوره خورشید این محور موربه اگه محورش عمودی بود نسبت به خورشید یعنی موازی بود نسبت به خورشید و دور خورشید میگشت همیشه پاییز بود همیشه تابستون بود همیشه بهار بود نیم جنوبی عکسش بود ولی چون موربه که اینم حالا تئوری های فراوانی است که میگن یک شهاب بسیار بسیار عظیمی به کره زمین تصادف کرد در محلی که الان خلیج تگزاس هست یا خلیج مکزیک هست این خلیج رو اون سنگ به وجود آورد و این سنگ چنان تکون داد زمین رو اون زمان البته شاید بشر نیامده بوده به کره زمین چنان تکان داد که محور چرخش زمین که عمودی بود مورب شد و این مورب شدن باعث شد که بهار و پاییز و تابستان و زمستان پدید اومد اون یه تزیه دلایلی که پیدا کردن از امداه و از سنگ های تهد خلیج مکزیک که پیدا کردن دیدن اینا چیزهای آتش و بوده بود و در اثر برخود زمین آتیش گرفته و اینا حالا این ما به اون کار نداریم میهم سر نوروز خودم تمام جشت های ما جشت های چسبیده به طبیعت خب این پژوهشگران میگن تیره آریا اول ماتا ماتا یعنی همین های کنونی و لورهای کنونی اینها و آذربایجانی هایی که الان هستن می زبان رو نگاه نکنین ترکیه و آذری اینا مادن اینا تیره آریایی شاخه مادن اینا اون طور که بررسی شده 800 سال حدودا 800 سال قبل از سه تیره دیگر چهار تیره ایران رو ساختن مادها پارتها که خراسانیان پارس ها که خوزستانی ها و فارس ها و امین شیرازی ها و جنوب ایران ها و سکاها که سیستانی ها هستن و شمال افغانستان این چهار تیره اومدن ماندگار شدن در ایران تیره ماتا در غرب ایران کنونی و عراق شمال عراق جای گرفتن تیره پارس ها در جنوب ایران خوزستان و کرانه های دریای به خلیج فارس اصلا خلیج فارس همین پارس ها به خاطر اینکه که اینا پارس بوده اونم خریج پارس گذاشتم عربا می فارس فارس بود پارت ها در خراسان موندن و سکاها هم در قسمت خراسان سکاها از تیره های بسیار جنگجوی ایرانی بودن با این سه تیره خیلی جنگیدن هم کوروش و هم داریوش با اینا جنگیدن کوروش رو اینها در میدان جنگ کشتن در میدان جنگ کوروش با سکاها یک تیر به ران کوروش خورد و ران را و اسب از اسب فرو افتاد و او رو از با عرابه تا آوردن به همین محل کنونی آرامشگاهش در اونجا درگذشت بنابراین اینا تیره بسیار بسیار جنگجوی هست یعقوب سکا بود حتی در اسطوره هایی که فردوسی آورده رستم هم سکا بود برای اینکه در زابلستان بود دیگه، در سیستان بود حالا اونا میگین افسانه است اینو بله برآورد فردوسی در زن فردوسی این بود که در خود شاهنامه بسیار و بسیار این سکاها الهی اون ستیره دیگه جنگیدن و این ستیره نتوانستن اینها رو مهمیز بزنن بهشون تا سرانجام داریوش یه مقداری چیز کرد و بعد بیشتر خشارشا و غیره و غیره خلاصه با ما یکی شد و افغانستان هم جز خاک ایران شد و با ایرانی ها اون ستیره دیگه هم با ستیره دیگه هم ساختن خب برمیگردیم باز به اینکه نوروز از که پیداش. این گروه دانشمندانی که الان این نظریه دادن و مورد پذیرش هم قرار گرفته میگن این چهار گروه که نخست این مات‌ها اومدن بعد پارت ها اومدن بعد پارس‌ها اومدن و بعد سکا ها اینا همشون کوچ میکردن بیمدن. وقتی رسیدن به ایران به دریای خزر به رودخانه های ایران به کرانه خلیج فارس با کشاورزی آشنا شدن این مهمه تمام آینهای ملی ما تنگا تنگ به کشاورزی و طبیعت چسبیده به همین دلیل ما میبینیم که اونچه که طبیعت دگرگون میکنه برای ما آین و سنت درست کرده وقتی با به کشاورزی چسبیدن و با کشاورزی کار کردن و از زمین غذا به دست آوردن و گاوداری و دامداری تشکیل دادن در نتیجه میدیدن در یک زمانی از سال در یه موقعی از سال این درخت ها جوانه می زره درخت های مرده که اینا خیال میکنن خوش شده بعد میوه میده بعد حیوانات اینا بارور میشن جفتگیری میکنن بچه میزان بر شمار دام های اینا افسوده میشه زمین رویا میشه قضا میده به اینها حالا قبلا شاید گندم نبوده نمیدونم لوبیا بوده چیز بوده بعد یواش یواش همین چیز پیدا کردن بشر دیگه بشر یاد میگیره فوری بنابراین دیدن اون زمان بسیار زمان حساسیه یه مواقعی از سال همه چی عوض میشه چشمه ها میجوشه برف آب میشه گاف ها و گوسفند ها و اسب ها و شطور ها و غیره حامله میشن باردار میشن بچه میزان زمین بارور میشه چمن میرویه اصلا حشرات دید بیان سرما میگریزه گفتن این روز نوه دوباره پدید رو این کردن میگن از اون زمان شناخت نوروز و پذیرش نوروز آغاز شد اما خب یه سال زودتر سرد می شد یه سال دیرتر گرم می سال دقیقا نبود به همین دلیل یواش یواش اومدن این سال ها از اول این موقع که دیدن مثلا جوان تا سال بعد اون موقعش حساب کردن گردش خورشید رو همش هم رو خورشید ایرانی ها رو خورشید حساب کردن حالا بعد به این مسئله می رسید تا فهمیدن حدود 365 روز به درازا میکشید حدودن دیدم به هر حال حدود نوروز رو پیدا کردن جشن میگرفتن حالا یه خود زودتر یه خود دیرتر براشون مسئله این نبود این رو این نظریه الان تقریبا مورد قبول واقع شد که نوروز ما پایش نزدیک بین 6 تا هزار سال پیش که آریاها به سرزمین ما اومدن ریخته شده یعنی میتونیم بگیم یعنی میتونیم که با اطمینان میشه گفت که کهنترین استوارترین جاودانترین جشنی که بشر به خودش دیده هر جشن دیگری شما ببینید بعد از اون بدون چون بقیه جشن ها جشن های مذهبی هم. تنها جشنی که به هیچ مذهبی وابسته نیست و به همه مذهب ها وابسته است همه مذهب ها اون رو پذیرفتن و خود به هیچ مذهبی نیست و تبلیغ هیچ مذهبی رو نمی کنه نوروزه زرتشتیان کتاب اوستا رو مسلمان ها کتاب قرآن رو یهودی ها این کار درست نیست به نظر من مذهب یک جای مخ... مخصوص داره سنت و میهن یک جای مخصوص داره شما اگر مسلمانی اون قرآن رو که میذارید سر سفره هفتین به قرآن احانته به سفره هفتین هم احانته. این دو, دو با هم مربوط نیستن همچنین از اوستا همچنین تورت اما اگر کتاب شاهنامه بذارید کتاب حافظ بذارید کتاب سعدی بذارید یک کتاب ایرانی بذارید این به میهنت سرزمینت به ملتت مربوطه تمام ایرانیانی که به کیشایدیم وابستن همه اینها چیزهایی دارن دانشورانی دارن نوشته هایی دارن انسیکلوپدی هایی دارن اونا رو هم میتونم بذارم من نمیگم که نذارید من اصلا در اون حد نیستم که دستور بدم ولی میگم فکر کنید نوروز به هیچی که از اینها مربوط نیست دلیل اینکه شما کتاب رو بر سر خانه نوروزی میذارید این است که کتاب نماد دانشه دانش از نظر بشر خیلی اهمیت داره هر چی دا و بشر داره از دانستن داره از تفکر داره در حالی که مذهب یک دستورات الهیه هر که بهش معتقده خوب قابل احترام بندم هست برای اینکه چون من نمیخوام کسی به عقیده من توهین کنه منم به عقیده کسی توهین نمیکنم اگر من به ملاها و آخوندها میپرن اونها ریاکارن اونها مردم آزارن اونها از نامهای مردان بزرگ و از نام خداوند سوء استفاده میکنن برای آزار دادن مردم زندان کردن مردم شکنجه دادن مردم و کشتن مردم اون حساب دیگریه اون به دین مربوط نیست نه من میگم اسلام بده نه میگم خوبه نه به شهانت میکنم بله یه مسائلی که به عقل مربوط میشه به عقل نمیپسنده که علی با فیل عربی حرف میزد و فیل فیلی حرف میزد خب این مسخره است گوسفندا تو سرزمین عربستان اومدن یونجه و آب نخوردن بعد پیغمبر پرسیده شما چرا پیغمبر خدا نمیدونسته گفته این آخونده میگه به گوش بدید چقدر ابلهانه آخونده میگه که پیغمبر پرسید چرا نمیخورید؟ گوسفندا جواب دادن حال هم حرف محمد میدونستن هم محمد حرف گذارن گفتن از اون میش بپرسید میشه بیشتر از محمد میدونسته میشه گفته که ما میدونیم این سرزمین سرزمینی که حسین درش از تشنگی میمیره بنابراین ما در اینجا آب و گیاه نمیخوریم آخه خجالت بکش خب باید با این طرز فکر جنگی همینا آلوده میکنه همینا آب روی اسلام رو میبره ده ها هزاران از این صدها از اینها هست که این آخوندها میگن اون میگه جن وجود داره جن نر داریم جن ماده داریم جن ها شوخی میکنن جن ها قلقلک میدن هزار و یک چیز میگه یه دکان باز کردن دکانی که به فرهنگ ملت ایران اهانت میکنه باری پس برآورد نوروز تا اینجا معلوم شد و رفته رفته هی دیدن این اومدن سال نوشتن دیگه تقمیم درست کردن یه روز دیگه گفتن 360 روز این 360 روز یواش یواش این 360 روز رو افتاد به تابستون به طوری که ما در کتاب های تاریخ می‌خونیم که زمانی که یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی تاجگذاری کرد نوروز افتاده بود به خورداد همین بود که بعد در 600 سال بعد ملکشاه سلجوقی به نابغه ایرانی خیام نیشابوری معمولیت داد اون هم با کمک دو تا دانشمند دیگه که البته سرپرستی اون دو دانشمند ایشون داشتن اومدن بررسی های دقیق کردن و دیدن سال خورشیدی سی و شست و پنج روز و پنج ساعت و چهل و شش دقیقه و فلان سی و شش ثانیه هم چیزی حالا میگم توی نوشته هم نوشتم به جاش که برسته میگم این رو درست کردن و بر اون پای تا امروز ما نوروز رو جشن میگیریم خب هر پنج سالی یک سال کبیسه میگیریم که امسال از اون سالهای کبیسه بود که داریم میریم توش سال کبیسه است یعنی اسفندمون سی روز خواهد شد در سال آینده در هر حال این مسئله نوروز ماست خب اما یک مسئله. من نوشتم اینجا 360 روز سال تنها نیست 5 ساعت و او ببخشید 365 روز و 5 ساعت و 8 دقیقه و 46 ثانیه و درازای دقیق یک سال خورشیدی به همین انگیزه به شمارگری خودشون ادامه دادن و کار جشت با با پس بودن اونها رو اصلاح کردن و بعد معلوم شد که خیام بدون محاسبات کامپیوتری و نمیدونم اتمی و غیره و غیره و غیره در سی سال فقط یک ثانیه اشتباه کرده یعنی در یک سال یک سیوم ثانیه خب تحویل سال و گذر خورشیدم گفتیم اما مبدا تاریخ ما چیه و آیا تمام ملت های دنیا تقویمشون بر اساس گردش خورشیده نه نه ملت های شهرنشین مثل اروپایی ها و غیره اینها بر اساس گردش خورشید چون شب و روز رو میدیدن و محاسبه کردن و پیدا کردن که 365 روز و 5 ساعت و فلان و فلان اما پیرامون دو هزار سال پیش جول سزار آلمان ما میخوایم ببینیم که این مبدع تاریخ ما از کی بوده الان ما میگیم ما 1395 ایم. عرب ها میگن ما 1300 و 1437 مسیحی ها میگن ما 2016 هستیم اینا از کجا پیدا شد گفتم به شما تنها ایرانی ها هستند که نوروزشون ملیه اما بدبختان مبدع تاریخ ما مبدع ملی نیست زمانی که من قبل, قبل از جلوس دار باید جریان خودمون رو بگم زمانی که زمانم میگذره دیگه آگهی هم نمیرسیم بدیم فقط در این زمینه من صحبت میکنم که چون وقتم چیزی نمونده یک رو یه رو بیه خورده بیشتر مونده زمانی که عمر یعنی محمد در میگذره ابو خلیفه میشه مدت اندکی خلیفه خلیفه ابو خلیفه گری میکنه او هم میمیره و عمر میشه خلیفه حمله میکنه به ایران و حبشه و مصر و غیره برای اینکه امپراتوری حالا انگیزه های بسیار زیاده دیده بوده مردم دیگه دارن برمیگردن از دین گفته باید یک جریان یک سرگرمی چیزی بکنیم اینا رو تشویق کرد به حمله که اگه کشته شید میری تو بهش اگه پیروز بشید قنایم هر چی از مال شما سو اینا و اینا به همین عشق این دوتا در زندگی و مرگ چیز میشه حمله کرد به طوری که وقتی زمانی که سپاه عرب به همدان رسید دشت و کویر پر از شبن و گل و سبزه بود عرب سپاهش گفت گفت حاضر جننه گفت بابا بهش هم اینجاست دیگه ما دیگه تموم شد رسیدیم بهش گفتن نه نه این هوری ها توش نیستن هر هر کدوم شما 600 تا هوری میان این باز را شون انداختن عمر خب مالیات میمد براش دید همش نوشتن جمادی و سانی جمادی آقا این من میبینم مثلا از مصر از قبط قبطی همون اجیبت شده قبطی اومده فلان مقدار مالیات من اینو نگاه میکنم میبینم که فلان مقدار مثلا بیس هزار چیز پول مصری باز اینم هم مال همین ماه من میبینم این بیس هزار تا این کدامش درسته گفتن این مال سال پیش گفت که نمیشه پس ما سال باید داشته باشیم قبل از اینکه عمر این, این حرف رو بزنه در زمان قبل از اسلام و حتی زمان اسلام عرب ها هر سالی که یه حادثه مهمی درش اتفاق می افتاد اون سال یاد میمون مثلا زمانی که خدیجه همسر پیغمبر و ابو طالب پدر پدر بزرگش درگذشت در یک سال بود عربا ایسی بشتن آم, آم مل سال اندوه سال اندوه ایسی بعد می دو سال بعد از آم الحزن یه سال قبل از آم الحزن این طوری می گفتن. چون نمی تاریخ نداشتم چیزی رو نداشتم بیابونی بودن دیگه یا زمانی که ابرهه حمله کرد به مکه قبل از اسلام اسم اون سال گذاشتن عام الفیل سالی که فیل ها به مکه حمله کرد عمر اومد از این مسئله دست بده در زم ایران رو بخش بزرگش رو تصرف کرده بود یه مقداری از دانشمندان ایرانی رو گرفته بودن آورده بودن در مکه و عمر هم اینا رو خواست گفت من میخوام برای اسلام مبدع تاریخ درست کنم خب اینا اسیر بودن دیگه اومده بودن گفتن بسیار خوب گفت برید مبدع تاریخ برای من در عرض سه روز تهیه کنید دیاری اینا رفتن بعد از سه روز آمدن سه روز رو به عمر پیشنهاد کرد تولد پیغمبر مرگ پیغمبر و هجرت پیغمبر عمر نگاه کرد یه مدتی فکر کرد گفت تولد پیغمبر که مشخص نیست زمان که محمد به دنیا اومد سه معلومی چه سالی بوده بچه بوده این هم کاره ای نبوده چیزی نبوده یاد شده مرگ پیغمبر هم که یادآور یک حادثه قمنگیز ما نمیتونیم مرگ یکی رو مبدع تاریخمون قرار بدیم هجرت پیغمبر درست هجرت پیغمبر رو مبدع تاریخ میکنیم تصیب کرد عمر منتها هجرت پیغمبر ربی الاول اتفاق افتاده بود نه محرم اومدن عرب ها یه دو ماه خورده عقب نشستن اون سالی که پیغمبر هجرت کرده بود محرمشو کردن سال یک هجری سال بعد که سال شد سال دو هجری سال بعد ایران که مسلمون شد یعنی حمله شد بهش تصرف شد اینا تاریخ ایران رو هم همینطور عوض کرد مونتا ایرانی ها گردش خورشیدی رو قبول داشتن نه گردش ماهوی رو گردش قمری رو قبول نداشتن چون بر اساس گردش خورشید کار میکردن هنوزم درست مسلمون نشده بودن همشون تازه مسلمان هم که شدن من خوب یادمه خوب یادمه اون زمان که ما به دنیا آمدیم دیگه 1300 گذشته بود مادر من یا پدر من میگفتن اول برجه یعنی اول فروردین اول خرداد اول تیر اول اردیبهشت حالا میگفت اول برج چون از روی گردش خورشید بود مال محرم می گفتن اول ماه و اینا با هم نمیخون دیگه از طرف دیگه چون مسلمان شده بودن و شیعه شده بودن جشت ها و سوگواری های مذهبی نقش داشت در رفتارهای اجتماعی به ناگزیر هر دو تاریخ رو مجبور شدن قبول کنند. ولی اشکال پیش اومد اشکالی بود که سال قمری بر اساس گردش ماه میگشت چون عرب ها بیابان نشین بودن ماه اثر داشت براشون بیشتر به خصوص در شب ها بنابراین گردش هر ماهی رو یعنی گردش ماه به دور کره زمین رو یه ماه حساب کرد. معمولا هم گردش ماه به دور کره زمین 29 روز و 6 ساعت کم و زیاد داره گردش خورشید به دور زمین طبق اون مقررات که کره زمین به دور خورشید میگرده و عوض نمیشه اون 365 روزه مال عرب ها 350 و 9 روزه بنابراین سالی شیش روز هفت روز ولی من شدیدم که یازده روز اختلاف دارن و نه روز باید سی روز باشه سی سد پنجا و یک اینطور باشه سی روز 11 روز یازده روز حال میگن یازده روز اختلاف داره ولی حالا همون شیش روز شما حساب کنیم در نتیجه ماه سال قمری کوتاه تره سال خورشیدی بلندتره در این محدوده زمانی از زمانی که محمد هجرت کرده تا امروز فرض کنید مثلا 20 متر مثلا تو این 20 متر 1300 95 سال جا گرفت اما که اون سال قمری کوتاه‌تره در این زمان 20 متری 1237 سال جا گرفته چون کوتاه‌تر بوده بیشتر جا گرفته دی. بنابراین امسال که 1395 برابر با 1230 1437 قمری پس این 1437 یادتون باشه برای امسال 1395 هم برای خورشیدی این مبدا تاریخ ماس که به دستور عمر انجام شد چون ما الان بحثمون بحث ایرانه میرسیم بر سر مسئله تبدیل مبدع تاریخ از هجری به شاهنشاهی در زمان محمد شاه اومدن گفتن که آقا اصلا میایم تبدیل تاریخ میکنیم از تجریب شانشوی متملقان رو نمیدونم بادم از دور قاپچینا فوری دویدن و این و اون و آدم از این و معرفی کردن چهار پنج شک... ستاره شناس از اون اومدن و تاریخ از این و اومدن و به هر حال اومدن و بر اساس نوشته های هرودوت و غیره و غیره قرار شد که سالی که کوروش تاج بر سرش گذاشته مبدا تاریخ ایران باشه که 259 که الان میشه 1757 مثل که نمیدونم با سال قمری 7575 یه همچی سالی سال شاهنشاهی اما اینا از دست پاچگی برای خوش آمدن متوجه نشدن که ایران قبل از کوروش هم پادشاهی بود این خود یک مسئله است اگر شما میگید مبدع تاریخ ما باید شاهنشاهی باشه کوروش اولین پادشاه ایران نبوده که ماتا گفتم قبل از ایرانی اومد اولا من به یه بحث دیگری میپردازم اون بحث اینه شاهنشاهی نمیتونه مبدع تاریخ باید ببینیم ملت از کی منسجم شد کی ملت ایران ملت شناخته شد اول باید ببینیم ملت چه منسجم میشه یه ملت زمانی که دور هم میاد از زندگی انفرادی کوهنشینی قارنشینی جنگلشینی دریانشینی اینا جمع میشه کنار ساحل نشینی میان یواشاش با هم یکی میشه برای اینکه این به همه تجاوز نکنن مقرراتی رو میونه خودشون انجام میده. بنابراین یه ملت باید کشاورز داشته باشه کارگر داشته باشه کارمند داشته باشه سپاهی داشته باشه مرزبان داشته باشه اینا که درست شد برای نگهداری اینا شاه رو انتخاب کن پس اصل بگردید ببینید ملت ایران کی مستقل شد نچسبید به شاهنشاهی زمانی شاهنشاهی مستقل شد که سالها و شاید صده ها ملت ایران ملت ایران بود اما هنوز اون تشکیلاتی که بیاد یک سازمانی رو بیاد سازمان داشته ولی ملک و توایفی بود یه گروه فرمانده اینا یه گروه فرمانده تا اینکه یه نفر اومد همه اینا رو گفتن خب بیایم یکی رو بشام بود که اونم خود اون شخص حالا یا فرض کنیم کوروش و هرچی این رو هم اگر قبول کنیم یعنی بگیم خیلی خوب ملتی چی شاهنشاهی رو قبول میکنیم ما میبینیم در تاریخ مادها که ایرانی بودن و کردهایی که هستن و همدان هم آکباتانا مرکزشون بود صد و پنجا و هفت سال قبل از کوروش یک پادشاه انتخاب کرد به نام دیاکو که حالا دیاکو میگن این اصل لغت اصلیش دیای کوه این پادشاه اولا بسیار فرهیخته بود بسیار دانشور بود کشور رو مستقل کرد که یعنی همون مرکز مات رو مستقل کرد نیرومند کرد در اونورش نینوا و بابل و اینها بودش در جنوبش پارس ها بودن که اخامنش ها هم یه حکومتی اینجا داشتن بدونی که کوروش موروشی اصلا باشه جد کوروش پدر بزرگ کوروش این پادشاه اولا دیاکو یه امتیازش این بود که پادشاه انتخابی شد مردم اومدن در یک میدانی جمع شدن و دیاکو 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 گفتن رفتن یک گوشه میدان کار که سوئیس الان داره میکنه کسایی هم که نمیخواستن جای دیگه باشن قشن معلوم بود که این گروه زیادترن اومدن و دیایکو رو به پادشاهی برگزید بعد از دیایکو که سی و دو سه سال سلطنت کرد پسرش خوبخ پادشاه شد و بعدش فرورتیش نوشت و چهار رومی آجده حالا برخی از تاریخ نویسا میگن این آجده هاک که یونانی بهش میگن آستیاکس آستیاکس این آجدهاک دختری داشت به نام ماندانا از اون ور یه آدمی به نام بردیا هخامنش پسر یکی از بزرگان هخامنش سفری میکنه به اینجا عاشق این دختر آستاک میشه که به نام اه اه الان نام شدن رفته فورا الان میگم براتون و میاد و اون خواست. شب اون موره آستیا خواب میبینه که از شکم دخترش گیاهی رویده ماندانا ماندانا مادر کوروش گیاهی رویده که این گیاه سراسر این منطقه رو فرا گرفته به همین دلیل موافقت میکن بنابراین چهار رومین پادشاه ماد پدر مادری کورش میشه چون از بد ماندانا کورش به دنیا میاد مونتا کوروش پدرش هخامنش بوده مادرش ماد بوده و پدر, پدر مادرش هم آسیاک بود این بدنوه با پدر بزرگ نمیساخت حالا داستان اون مفصله که قرار بود بکشنش بعدش هارپاک اومد و نذاشت و زن هارپاک پسری ایزایید پسر مرده به دنیا اومد این اون کوروش رو به جای اون پسر برد و نذاشت خلاصه کشته شه اون کوروش رو بعد از 12 سالگی فرسادن نزد پدرش که دیگه داستانش مفصله آقای وارتان مراد درست اعلام میکنه که وقت تمامه پس این 150 سال رو اگه میخواید باید اضافه کنید اینقدر ننویسید 2700 و فلان و فلان سال اینو باید اضافه کنید 2757 سال ننویسید با سپاس از شما که زمانی وقت خودتون رو به این برنامه دادید این برنامه بررسی زمانها هنوز ادامه داره و بعد بیایم ببینیم اروپایی ها چجوری اومدن تولد عیسی رو جشن گرفتن آیا واقعا عیسی در 24 دسامبر دنیا اومده و آیا ساختگی بوده چه جوری آیا این سیستم تولدها درسته یا نه اینا رو در هفته آینده که بازم هنوز سیزده به در تا سیزده به در منتظر تاریخ مدون بعد از اسلام ایران و تاریخ شارخشان نباشه با سپاس از شما و با سپاس از وارثان عجمن در اتاق فرمان که نه به فیلم های کوتاه رسیدیم نه به آگه ها رسیدیم نه به چیز دیگه ولی به نظر من این اطلاعات عمومی برای همه ما لازم بود روز و روزگاه بر شما خوش تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران